درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیر هستم از ایفکس فیتنس و یه مصاحبه دیگر رو دارم با مربی رسمی تیم ملی پرورش اندام ایران، مربی تیم ریبورن و یکی از اولین قهرمانای مسابقات فیزیک کشور، آقای عماد نخشب. سلام میکنم عماد جان، خیلی خوشحالم که امروز شما رو توی برنامه داریم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما امیر جان و مخاطبین خوب پیج فعال ای فلکس فیتنس، در خدمتتون هستم. مرسی که اومدی داداشم. بعد از مستر اولمپیا ما با هم صحبت های زیادی کردیم و توی لایو مستر اولمپیا اومدیم. نظرات خیلی نظرایی بود که جلب توجه میکرد و نشون میداد که چقدر مغز باز و خوبی داری توی بدن سازی. امروز هم کلی ازت سوال دارم و کلی برات سوال آماده کردم که باید به همشون بتونیم پاسخ بدیم. قبل از هر چیزی دوست انشاءالله. دارم که یه بک‌گراند از خودت داشته باشیم. عماد نخشاب چند سالشه و اصالتا اهل کجا هست؟ خب من 34 سالمه و در شرف اینکه وارد 35 سال بشم، یعنی نزدیک دیگه تولدم، و اصلیتم خوزستانیه. خب به خاطر کار پدر مادرم بزرگ شده اصفهانم، الانم تهران زندگی میکنم. جورایی مارکوپولو. آره، 34 سال. اماد از که بدنسازی رو شروع کردی؟ من از سال 93 مسابقه دادم و خب بدنسازی که در قالب پرورش اندام باشه رو از سال 92 شروع کردم، ولی خب قبلش به خاطر اینکه تو رشته دیگه فعالیت داشتم مسلما نیاز به بدنسازی بود، چون رشته مادر هستش. من فوتبالیست بودم و فکر کنم هم حرفه‌ای بازی میکردم، یعنی تو رده حرفه‌ای بودم و به خاطر همون خب بدنسازی کار میکردم که دیگه بعدش موف کردم وقتی حالا به هر دلیلی نتونستم اونجا موفق بشم، حالا اون دلیلش زیاد مهم نیست، موف کردم به سمت بدنسازی. من فکر کنم 6 ماه بعد از اینکه فوتبالمو گذاشتم کنار مسابقه دادم، چون اصلا کلا علاقه داشتم به این ورزش و استایلم هم یه سبکی بود که موقع فوتبالم بازی میکردم به بدنم میرسیدم نسبت بقیه ورزشکار خود بدنم بهتر بود، و چون رشته ای که انتخاب کردم فیزیک بود، حالا زیاد نیاز به اون حجم و چگالی عضله نداشتم و سعی کردم زودتر رقابت کنم. یعنی شما 92 شروع کردی بدنسازی و ولی آردی قبلش فکر کنم به خاطر فوتبال وزن برداری و بدنسازی رو داشتی بله مدام. بله خب زیرسازی داشتم، بله زیرسازی داشتم، ولی خب دیگه ما 92 استارت این که من بخوام یه بدن خوب داشته باشم زدم و یه تصمیم گرفتم که سال 93 اولین دوره مسابقات فیزیک کشوری تو ایران برگزار شد که اونجا مسابقه دادم و خدا رو شکر جز قهرمان ها بودم. اوکی، هنوزم مسابقه میدی یا بیشتر مربیگری میکنی این روزا؟ نه خب الان واقعا نمیتونم دیگه، تایمشو ندارم و بیشتر الان خب ورزشکارای خوبم مسابقه. بدنسازی رو چجوری یاد گرفتی؟ مربی داشتی یا که دانشگاه رفتی یا همینجوری رفتی توی باشگاه و شروع کردی به وزن زدن و یادش گرفتی؟ خب من فوتبالی که گذاشتم کنار، همونجا مثل بقیه توی محلمون مثلا یه باشگاه بود توش تمرین میکردم، مربی اون باشگاه بکنم آقای مزنوی بود که منو معرفی کردم به آقای نعمتی، علی نعمتی، مربی ارزنده تیم ملی، پدر ورزشی بنده. و من جوری که تمرین میکردم آقای یه بادی کلاسیک بود، یه بادی بیلدینگ، رفتم پیش ایشون. ایشون استایل من رو دید، گویا رشته قرار بعدم بیاد، حالت بدنه ساحلی داره و اسمش فیزیکه، ایشون به درد مسابقات فیزیک میخوره، که دیگه من زیر نظر خود آقای نعمتی بودم و با مسابقه کشوری استارت مسابقه هم زدم، یعنی من نه استان مسابقه داده بودم نه حوزه جایی مسابقه، حالت اون موقع اصلا نبود، فقط کشوری برگزار. و بعدش هم که دیگه اولین دوره جام الماس آی اف بی بود، اون موقع آی اف بی و ام پی سی یه فدراسیون بودن، یعنی شما اگه اوورال می شدی کارت می گرفتی، پرو می شدی،
وارد دنیای حرفه میشه و فرقی نمیکرد آی اف بی بی و ام پی سی یکی بودن. تو جام الماس چیش بود اون هم جز قهرمان ها بودن و بعدش اولین اعزام ایران به مسابقات ام پی سی هم دوباره اولین اعزام رفتم و اونجا هم خدا رو شکر جز قهرمان ها بودم دیگه. خلاصه اون اولیناش حالا قسمت ما بود خدا رو شکر توی رشته فیزیک و دیگه پام اینجوری باز شد. و اجازه بدید جام تشکر کنم از مربی، خب اولین مربی علی آقا نمیت. علی آقا نعمتی که یکی از درخشان ترین کارنامه ها رو داره، بدنایی که ازش دیدیم، همه بدنایی که این روزها واقعا دارن میترکونن توی مسابقه های مختلف. تحصیلات تو چه زمینه ای بوده اماد جان؟ من لیسانس تربیت بدنی دارم. اوکی، لیسانس تربیت بدنی. توی دانشگاه تغذیه هم خوندی؟ خب ببین در حدی که اقتضا میکرد توی سیستم درسی ما و رشته ما بله، ولی خب مسلما اساس قضیه تغذیه و حالا علم دارویی ما و سیستم تحصیلات اون که مربوط به رشته بدنسازی بشه رو من اصلا از تایمی که وارد قضیه مربیگری شدم آغاز کردم و سعی کردم که به طور آزاد حالا تا جایی که میتونم سطح علم آورم بالا. و تو مقطع چرا دروغ بگم یکم واقع بینانه بگیم، من قصدم این بود که اون مرحله درسی رو بگذرم، زیاد توی سیستم اینکه یادگیری نبودم. من فوتبالیست بودم، تربیت بدنی اگه میخوندم به خاطر که یه ذره ربط داشته باشه، دانشگاه اگه میرفتم مثلا یه ذره ربط داشته باشه بتونم راحت فعالیت هامو انجام بدم، ولی زیاد توی این سیستم نبودم. خب کارم بیزینس هم من مجبور کرد که علمم توی قضیه تغذیه و حالا توی علم دارو بتونم ببرم بالا، چون اون اصلا ربطی به دوران تحصیلی من نداشت. صحیح. دانشجوی کجا بودی؟ مبارکه. مبارکه. میتونم بپرسم سمت کجاست؟ من کم جغرافیم ضعیفه. به سمت از اصفهان به سمت شیراز. از اصفهان به سمت شیراز. عالی. بعد لیسانس رو گرفتی، مستقیم چی شد بعدش؟ تونستی بری چه سالیه یعنی الان؟ ببینید توی حین کار ورزشیم بود دیگه، خب من حتی بهتون بگم که میگم انقدر علاقه به این قضیه نداشتم که شاید خیلی از درسایی که پاس کردم و پاس نکردم، نمره گرفتم. سیستمم اینجوری بود، من باید واقعیت رو بگم، سیستم میگم تو اون مسیر رفته بودم یه طور اجباری، یعنی چیزی مثل یادگیری، من دنبال یادگیری نبودم، چون اصلا مثلا آینده من تو مسیر نبود، صحیح. متوجه میشین؟ هیچ ارتباطی به مسیر زندگی من نداشت. چیزهای زیادی هم تونستی ازش یاد بگیری که به درد امروزت بخوره و مربی خوبی که امروز واقعا نه، ساخته باشه. واقعا نه، پس واقعا نه. من هر چیزی یاد گرفتم از بعد از تحصیلاتم اوکی، تجربه که بیشترش. تو این مسیر بتونه، بله که تو این مسیر بتونه کمکم کنه. تنها مربی که داشتی علی آقا نعمتی بوده یا کسی دیگه هم بوده بعد از علی آقا؟ من بعد از اینکه با علی آقا بودم، ما اولین مسابقه ام پی سی که رفتیم من و اشکان متقیان با هم مسابقه دادیم توی هند، اونجا ما با هم دوست شدیم. از سال فکر کنم 2017 2018 2017 بود اگه اشتباه نکنم، ما با هم اونجا دوست شدیم. برگشتم خب با هم مشورت میکردیم، من تیم داشتم توی اصفهان، کار کوچینگ رو انجام میدادم، خب اشکانم تو سیستم تغذیه و دارو خب بی نظیر بود، خوش قهرمان بود، تحصیلات خوبی داشت، دکترای فیزیولوژی داره، شاخه عصب عضله، و دیدیم یکم ساز و کارمون به هم میخوره. و دیگه یه مسابقه MPC بود توی گرجستان که من تصمیم گرفتم با خود اشکان مشورت کنم راجع به مسابقه و راهنمایی کنه. و خب یه سری مثلا نکاتی بود که
مثلا رنج می بردم ازش، می گفتم چرا اینجوری میشه، چرا اونجوری میشه، نظر تو چیه؟ خب از هر کسی نمی پرسیدم، مسلما چیزی دیده بودم توی اشکان و بهم کامنت خوب داد، راهنماییم کرد اونجا، طلا اووردم توی ماسل ورد، توی ام پی سی اوورال دوم شدم. همین راه ما ادامه پیدا کرد، خب کم کم شروع کردیم و بعدم که استارت تیممون رو زدیم و الان هم دیگه تیم ریبورن. ریبورن یه تیم قوی رو دارید شما. من خیلی دارم میبینم که ورزشکارای خوب آماده میکنید، هم برای مسابقات داخلی هم برای مسابقات ان پی سی که بیرونه. یه سری سوالای حواشی دارم، حاشیه دار دارم در مورد تیم ملی بیشتر. اول میخواستم اونا رو باز کنم، بعد تیم ملی بریم حسابی سراغ تیم ریبورن و ببینیم که برنامه تیم ریبورن چیه. ببین، موافقی از چند تا سوال بپرسم بی حاشیه، یعنی بدون شیلد، بدون سانسور، بدون بدون پرده؟ سانسور، آره. بدون پرده، بدون سانسور، بله چرا که نه. ببین، داستان مربی تیم ملی شدن چیه؟ شما چجوری مربی تیم ملی شدی؟ مگه بدنسازی در نهایت یه ورزش انفرادی نیست؟ ببینید جایی که من دارم فعالیت میکنم ایران هستش، فدراسیون ایران زیر نظر فدراسیون IFBB هستش، ورزشکارای ایران خب خانواده‌ها یه عده زیادیشون هستن که فضاشون یه فضای اینه که باید برن تو اردوی تیم ملی، دوست دارن، حالا اسمش قشنگه، حالا هر چیزی که هست این فضا رو دوست دارن. بنابراین خانواده‌ها، بنده اینجا که فعالیت میکنم و ما فعالیت میکنیم، هم مجبوریم که ورزشکارایی که مربوط به فدراسیون IFBB هستن، حتی تیپ بدنیشون به فدراسیون IFBB میخوره رو بتونیم پرورش بدیم، کمک کنیم، هم ورزشکارایی که تیپ بدنیشون یا فضای فکریشون به سمت NPC هستش. خب مسلما مربی تیم ملی زمانی انتخاب میشه بر اساس عملکرد شما توی فضایی که داری کار میکنی توی ایران. من فکر می کنم که راجب مربی تیم ملی، من بیام اون قضیه انفرادی بودن رو اینجوری بگم، خواه ناخواه مسابقات IFBB تیم ملی داره، از هر کشور تیم میاد مسابقات IFBB، و وقتی ما زیر نظر اون اون فدراسیون هستیم، ما هم تیم ملیمون تشکیل میشه. مربی تیم ملی به نظر من مربی حق، یعنی واقعا حقشه بره تیم ملی که بیشترین ورزشکار رو توی تیم ملی داشته باشه، توی منتخب تیم ملی داشته باشه. ما هر سال مسابقات کشوری داریم و مسابقات کشوری وقتی برگزار میشه حکم انتخابی تیم ملی داره، حالا برای مسابقات آسیایی یا برای مسابقات جهانی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما اگر که بهترین مربی هم بیاری بذاری توی تیم ملی، آخرش اون ورزشکار وقتی که شما میری چکش بکنی توی اتاق یا هر جایی فای چکش کنی، هر کامنتی که بهش بدی شاید از این گوش بگیره، از این گوش بکنه بیرون، و شاید حتی اگر که نکنه بیرون، شاید اون کامنتی که شما بهش میدی بر اساس این که روند آماده سازی اون ورزشکار رو نمیدونستی چون شاگرد خودت نبوده، شاید باعث پوینت منفی واسه اون ورزشکار بشه، شاید اصلا بدنش رو بریزه بند. شما نمیدونی که ایشون اصلا توی تخلیه سدیم بوده، تخلیه گلیکوژن بوده، اصلا تو لود سدیم بوده، توی لود کربوهیدرات بوده، الان مثلا احساس میکنی که طرف آبدار میگه دیورتیک، احساس میکنی طرف بدنش مرده است، شروع میکنی باگی، حالا یه کامنتی میخوای بدی که به عنوان مربی تیم، ولی اون ورزشکار آخر شما هر کامنتی هم بهش بدی، ورزشکار زنگ میزنه به مربی خودش، با مربی خودش کانکت میشه. پس چه قشنگتر و چه بهتر و چه مثمر ثمرتر که مربی حضور داشته باشه توی تیم ملی که بیشترین ورزشکار داره، که اونجا بتونه مثمر ثمر باشه. ماشاءالله بزنم به تخت آقای نعمتی، اصلا چندین سال هستش که این روند رو داره و حقش هم هست، چون ورزشکار زیادی توی تیم ملی داره، آقای اکبرزاده همینطور. و به نظر من مربی باید بشه مربی تیم ملی که این فضا. حالا راجع به اون قضیه ای که شما دارید راجع به کلیت کار صحبت میکنی که اصلا تیم ملی چیه؟ تیم ملی وجود نداره، بیس اصلی این ورزش انفرادی، اون که 100%
اون اصلا توی کل دنیا همچین چیزی وجود نداره. حالا فدراسیون ما به خاطری که زیر نظر IFBB تیم ملی رو تشکیل میده و بر اساس اینکه مثلا توی تایمی تشخیص داده که آقای ایکس، آقای عماد نخشب، آقای اشکان متقیان، آقای فلانی عملکرد خوبی داشته برای فلان تورنمنت، انتخاب کرده، لطف کردن، به ما محبت داشتن، ما رو به عنوان مربی تیم ملی معرفی کردن. ولی به قول شما بله، این رشته رشته انفرادیه، در بیس اصلی و در چارچوب اصلی تیم ملی وجود نداره و ورزشکار میتونه هر جای دنیا خواست بره مسابقه بده. خیلی کامل بود، مرسی از این همه توضیحات. من که خودم متقاعد شدم. ببین، بدنهای تیم ملی بدنهای خیلی خوبی هن. از نظر من یه سری ها رو داریم میبینیم واقعا جا داره که بره NPC وایسه و کارت حرفه‌ای بگیره. واسه مسابقات اخیر چند تا ورزشکار داری توی تیم ملی اما جان؟ ببینید خب مسابقاتی که الان در پیش داریم مسابقات داخلی انتخاب، داریم واسه تیم ملی. بله مسابقات داخلی که الان در پیش داریم، چون یه مثل یه تورنمنت بین المللی مثل یونیورس قرار بود تو ایران برگزار بشه، فضایی بود که مثلا حکم انتخابی مستر یونیورس داشت خب، و یه سری مسابقات داخل خود ایران برگزار میشد که انتخابی خود مستر یونیورس باشه، حالا ورود به اون مسابقه، و خود مستر یونیورس هم به طور آزاد مثل بقیه مسابقات IFBB و بقیه مسابقات NPC که همه جای دنیا برگزار میشه و تورنمنت بین‌المللی و آزاد هستش، با ورودی حالا انتومن مسابقه برگزار میشه. ولی واسه این فصل من برای به شما بگم، فکر کنم بالای 40 ورزشکار رقابتی که قرار رقابت کنن هستن که دارن زیر نظر ما کار. این ما که میگی خودتی یا مثلا یه تیم هستید؟ بله ببینید تمامی ورزشکارهایی که با تیم ریبورن کار میکنن زیر نظر بنده و اشکان متقیان هست. ما توی ساز و کار خودمون یه سری تقسیم بندی ها رو میکنیم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. توی کارمون مثلا تقسیم بندی میکنه آقای ایکس الان کار رو من انجام، و این شاید واسه خیلی عجیب غریب بود. ببینید ما اولین تیم ایران هستیم، اصلا همچین چیزی وجود نداشته. اصلا چجوری میشه که دو نفر با هم کار کنن؟ چجوری میشه که اینا به خاطر همش به خاطر این بود که ساز و کار یکی بود، فکر یکی بود، و این ورزشکار اگر که با اماد الان کانکت باشه، قرار اماد یه کار براش انجام بده، یه مسیر رو بره. اگر با اشکان متقیان کانکت باشه، قرار یه مسیر رو بره. ما کاملا با هم مشورت میکنیم و حالا اینکه کی کامنت رو بده فرقی نمیکنه. ولی الان تقسیم کار کردیم، مثال میزنم اگه 40 تا باشن، مثلا 20 تا الان من دارم کارشون رو انجام میدم، 20 تا رو دکتر انجام میده. منتها تو روزهای آخر راجع به همه ورزشکارا حتما با هم مشورت میکنیم. و یه چیز خیلی جالب که حالا این تیم 6 سالی که پابرجاست و همیشه هم مطمئن باشید که پابرجا میمونه، اینه که رمز تیم ما، رمز ما دو نفر با هم اینه که ما هیچ وقت حالا به هم نه نگفت. یعنی ما اصلا یاد نداریم که به هم نه گفته باشیم. مثلا اشکان به من میگه که داره الان این کارا رو میکنه، من میگم نه داداش اون کارو بکنه، اصلا به من نمیگه نه. من دارم میگم مثلا فلان ورزشکار الان اینجوریه، به نظر من ما اون کارو بکنیم، اوکی بریم. این سیستم یعنی امکان داره اختلاف نظر به وجود بیاد. شاید من بگم به خاطر این من اینو گفتم ها، بعد شاید راضی کنم یا بالعکسش این باشه، ولی اختلاف نظر تو داری اشتباه میکنی وجود نداره، به خاطری که ساز و کار یکیه و این تونسته خیلی به ما کمک کنه، چون این همه ورزشکار رو یه نفر هندل کردن خیلی کار سخت. آره 100% این کلن کارو خیلی راحت تر میکنه. دو نفر که با هم هم عقیده باشن، هم نظر باشن، توی اون روزای آخر دقیقا هم فکری کنن و یه سری چیزها رو شما میبینی، یه سری چیزها رو اون میبینه، این میشه که یه پکیج کامل میشه.
اما جان برامون چند تا بدن خوب که فکر میکنی توی این مسابقات اخیر قرار مقام خوبی بگیرن، اینا رو میشه بهمون بگی کیا هستن و توی چه رشته هایی دنبال یعنی میکنن؟ الان آماده باشه. آره، مسابقات چقدر دیگه هست؟ ببینید مثلا ما شنبه فکر میکنم الان امروز چهارشنبه، 3 روز دیگه وزن کشی داریم، خب همونجوری که میدونی نمیدونم حالا راجع به IFBB چقدر اطلاعات داری، ولی میدونی که فیزیک IFBB خیلی سایز پایین تر هستش نسبت به NPC. MPC. خب مسلما یه سری ورزشکارا هستن که اصلا باید تو فضای IFBB شرکت کنن و اصلا نمیتونن که حالا بخوای ازشون استفاده کنی توی MPC. من الان یه دونه فیزیک واسط فرستادم، این آقا فیزیک و هم داده. یه دونه ماسکولار فیزیک که به فیزیک MPC نزدیک هستش فرستادم. اینا فیلم هایی که همین الان داغه 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 دیگه، اینا نشون بدم که داره دانلود میشه، یعنی تازه فیلم ها رو واسه من فرستادم طبیعه، ورزشگاه. با هم ببینیمشون. برو بریم. این آقا اسمش چی هست؟ حسین فرهنگ هیچ قهرمانی نداره، سورپرایز امسال ماست، انشالله که لذت ببرید. این داره واسه شما هم اسلو موشن پلی میشه؟ بله واسه من استوموشن. عجیبه، واسه منم همین. چه فیزیک دایسی داره، چقدر مونده مسابقهش؟ ایشون شنبه بعد کشی داره، یعنی چه الان روز دیگه دیگه بعد کشیشه. تخلیه است کلا، یا داری بارگیریش میکنی؟ الان توی دوران تخلیه است چه دوران ولی تخلیه؟ هنوز سدیمش قطع نشده، سدیمش رو داره میخوره و کربش پایین هست اما قطع نیست، و در حال حاضر هم 8 لیتر آب میخوره، بین 8 تا 10 لیتر آب. آره. بعد شما برای ورزشکارا دایرتیک استفاده میکنید، داروهایی مثل الدکتون، دایسای، یا که سعی میکنید اونا رو به صورت همون بارگیری و آبگیری منیپولیت سودیوم و آبشون بکنی، خوشیشون کنی؟ ببینید بستگی داره به ورزشکار، به تایمی که رژیم بوده باشه. خب مسلما شما نمیتونی بگی که من اصلا دیورتیک مصرف نمی کنم ولی یا ازش استفاده نمی کنم. ولی سعیم بر این بوده که تا جایی که می شده دیورتیک مصرف نکنه ورزشکار، اینو همیشه سعیم بر این بوده. این آقایی که واسه اون فرستادی کلاسیک اسمش چیه؟ کلاسیک من نه این ما آه ایشون مهدی ایران دوسته، بادی کلاسیک دسته آخر، قهرمان کشور، طلای کشور. و این آقا هم شنبه مسابقه داره؟ مهدی رو هنوز مشخص نیست، فعلا داریم پیش میریم، هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم، انشالله تا شنبه من ببینم وضعیت به چه صورت است و اگه که به صد ذهنی خودمون رسیدیم میذارم مسابقه بدیم. از نظر فقط شما اینکه اگه اسلوموشن پخش نمیشد چقدر خوب بود. این داره اسموشن پخش میشه؟ آره اه، این همه فکر اونایی که نشون دادی اسلوموشن پخش میشه. اون فیزیکه اسموشن بود، ولی این خیلی خوب داشت پخش میشه. عجیبه. نه نه واسه من اسلوموشنه. حالا این آقا به نظر شما چند درصده که شما داری به 100 درصدش فکر میکنی؟ این بدن 70% مهدیه.
70% از بود. نظر من، از یعنی نظر من مهدی یه بره زمان 5 6 ماه دست داد، عمل بینی انجام داد و خب اون باعث آتروفی شد تا یه حدی، حالا ریکاوریش و حالا استارتش نسبت به این تایمی که داشتیم خیلی خوب بوده و دوست دارم که با بهترین ورژنش روی استیج بره، چون مسابقه ای که قهرمان کشور شد بهترین ورژنش بود و با اختلاف قهرمان کشور شد. عالی. ببین بیا در مورد تیم ریبورن صحبت کنیم. تیم ریبورن شما ورزشکار آماده میکنید بیشتر برای NPC، کلا یه کار مجزاست جدا از تیم ملی، و توی این تیم ریبورن هم شما با اشکان متقیان دو نفر هستید یا که کسی دیگه هم هست؟ ببینید ما توی بحث مسابقه ای نه، فقط خودم و اشکان است، ولی توی بحث زیر ساخت ها و کلاس های آنلاین، کلاس های تخصصی و علم تمرین تغذیه نفرات خوبی داریم و توی تیم در قالب تیم چهره های باسواد پیگیر و خیلی بروز داریم که توی این مسیر خیلی میتونن به ما کمک کنن، ولی توی سیستم رقابت و مسابقه نه، توی اون سیستم حرفه‌ای اون فضای رقابتی خودم هاش. خودت اشکانی، یعنی مربیگری اصلی خودت و اشکانی، حالا بقیه دیگه کارهای بله اسیستنت بله میکنن. بله 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 اون صد توی تیم ریبورن شما چند تا مسابقه رو تا حالا تونستید ببرید و چند تا ورزشکار داشتی که حرفه‌ای بشه؟ ببینید ما 5 بار پشت سر هم قهرمان تهران شدیم، یه رکوردیه که دست نیافتنیه و بعید میدونم اصلا کسی بتونه این رکورد رو داشته باشه، و 3 سال تیم ریبورد در قالب استانهای مختلف 3 سال قهرمان کشور شد. توی مسابقه مستر یونیورس پارسال، مسابقات بین المللی، حالا چیزایی که توی ایران هستش، مستر یونیورس دیگه اوج این قضیه میتونه باشه، از 4 تا اوورال، یعنی 4 تا کتگوری بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک، فیزیک و بادی بیلدینگ، 3 تا اوورالاش واسه ما بوده، یعنی بادی کلاسیک فقط نبوده ولی فیزیک، فیزیک کلاسیک و بادی بیلدینگش اوورالش واسه ما بوده. توی بحث ملی خب هم من تالا مربی تیم ملی بودم، هم اشکان مربی تیم ملی بوده، هر دو ما جوانترین مربی های تاریخ پرورش اندام ایران هستیم توی تیم ملی. خب این افتخار بود که اول من ورود کردم به تیم ملی، سن من از اشکان 1 سال بزرگتره، من اون موقع شده بودم جوانترین مربی تاریخ پرورش، بعد که اشکان شد به فاصله چند ماه بعد اشکان شد و چون ساعت آسیایی حضور داشت، اشکان شد دیگه جوانترین مربی تاریخ پرورش اندام ایران. نایس. ببین در توی مورد قسمت، بخشید این کلمه، توی قسمت حالا NPC هم ما پارسال 3 تا پرو داشتیم توی بخش فیزیک، آقای سعید سالاری، یاسر رضایی و علیرضا بولیکی، نایس. که من فکر میکنم بیلوتیایی نسبت به داوود رحیمی هم شد، خواستم داوود در هم مورد باید توی داوود در نظر بپرسم. اتفاقا یه فیزیکار خیلی خوب که شما توی تیمت داری و منم حالا حسابی فالوش دارم و همه استوریاش رو چک میکنم و میبینم که چی میذاره، داووده. داوود بدنش خیلی خوبه، داستان چیه؟ چرا به حقش نمیرسه؟ ببینید داوود یه مشکلی که داره نقطه قوتش، این قشنگترین تعریفی که من میتونم از داوود بود، این مشکل که داره. اتاق داوود الان توضیح بدم کامل متوجه میشه، اتاق داوود انقدر بازه که پر کردن این اتاق خیلی کار سختیه و فقط تایم میبره، پروسه این نیست که شما دوز داروییشو ببری بالا، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، این کارو بکنه،
حالا بخوایم عامیانش رو بگیم اینو بزن اونو بزن، نه. و جزئیاتش بیشتر بشه اصلا نمیشه باش رقابت، اصلا چون اصلا عجیب غریبه. شما حالا مثلا فقط فیلماش دیدی، داوود از نزدیک ببینی اصلا نمیشه همچین چیزی که انقدر یه نفر پهن باشه، انقدر باز باشه. خب جزئیات و دیتیل این بدن رو بخوای در بیاری یه پروسه زمانبره، ولی به شدت ورزشکار حرفه‌ایه. ما از این ورزشکارا تو ایران خیلی کم داریم. امیر جان داوود بالغ بر 5 سال مداوم رژیمه. داوود اصلا امکان نداره که فضاش یه فضای غیر رژیمی غیر ورزشی، اصلا امکان نداره. و اینکه خودش ارتباط برقرار میکنه، متوجه خیلی چیزا میشه. وقتی من باهاش صحبت میکنم میگم که شما باید مسابقه به مسابقه بهتر بشی، اینو درک میکنه. من مثلا بهش میگم الان پرو بشی کاری نمیتونی بکنی، خوشحال نباش از اینکه پرو شدی، تو آخرش پرو میشی، همه هم میدونن پرو میشی، ولی الان با این بدن اگه پرو بشی هیچ کاری تو پرو ها نمیتونی بکنی. بذار روی تایمش پیش بری، رو برنامه‌ریزی پیش بری، بری جلو بری جلو، چه بهتر که توی تایمی پرو بشی که حرف واسه گفتن داشته باشی. شما آخرش الان هم پرو بشی همین مسیر رو باید بری، از دیر و زود داره، سوخت و سوز نره، بیا حرفه ای فکر کن. این براش جذابه که الان داره روز به روز پیشرفت میکنه. دو تا از مسابقاتش خورد به یه نفری که همون موقعی که اوورال شد رفت جواز گرفت رفت المپیا. این دیگه میشه اوج بدشانسی، آره. نمیشه همچین چیزی. فیزیک خیلی خوبی داره، یعنی چشم نوازه. حالا من از نزدیک ندیدم داوود چه جوریه بدنش، ولی ببین یه مشکل که من تو بدن داوود دیدم اینه که روز مسابقه آف میاد. این داستان چیه؟ چرا آف میاد؟ چرا پشتش آب نگه میداره؟ ببینید من دارم میگم بازم، شما وقتی که اون دیتیل و اون چگالی اون برجستگی رو نداشته باشی، شما چه زمانی به کاندیشن 100% میرسی؟ زمانی که اون عضله رو داشته باشی. ببین عضله قرار فیبر بشه، شما وقتی عضله رو کم داری با اون اتاق باز، این اتفاق واسه امکان داره بیفته. متوجه منظورم میشی؟ این امکان داره واسه این اتفاق بیفته، ولی یه سری مسابقات که حالا شاید دیده باشی، مثلا میگم توی ارمنستان، اونو دیگه همه میدونن چه اتفاقی افتاد دیگه. شما نمیتونی توی بک استیج آبدار نباشی، رو استیج آبدار باشی. شما میتونی مثلا این توجیه داره که شما شب مثلا تاتی صبح آب انداخته باشی، ولی اینکه تو بک استیج رنگ کردی آماده بعد همه چی خوب کاندیشنینگ خوب میری بالا آب رنگ شوره میکنه، اون ربطی به قضیه داوود اصلا نداشت. و مشکل از خب چیزی دیگه بود که خب همه هم میدونستن جرنش بودن و اصلا ربطی به اون نداشت. اما من بازم میگم اصلا ربطی به این که توجیه نداره. داوود باید چگالی عضلش بیشتر بشه به خاطری که به اون کاندیشنی برسه. داوود من حالا به عکسای بکشم میفرستم واسهتون، با بهترین کاندیشنی بدن خودش روی استیج رفته، ولی باز کم داره. داوود تا حالا بد رو استیج نرفت، حتی یه تایمای ما دوچار مریضی بوده داوود، ولی من کنترلش کردم. ولی در کل بگم که این که خیلی حرفه‌ایه، از همه چی مهمتر جنبشو داره و دیر و زود داره سوخت و سوز نداره دیگه. بدنسازی زمان میبره. چند سالشه داوود؟ داوود فکر کنم 26 سالش باشه و جا داره. میگم حالا میگین زمان میبره، واسه همه زمان میبره، واسه این ژنتیک خیلی بیشتر زمان میبره. چون گفتی قدش هم بلنده فکر کنم. نه نه داوود قدش کوتاه، داوود ارزش. ارزش پهن. ببینی من یه پست
الان میتونم بفرستم تو اینستاگرام واسه شما؟ آره میتونی بفرستی، فقط پاز، حالا راجبه این الان بسته میشه، تا 20 ثانیه دیگه خودش بسته میشه، این یه لینک دیگه واسه میفرستم. اوکی باشه، من اینو بس میفرستم، میخوام که اینو خب پشت داوود رو ببینیم. ببین آبدار به نظر من نمیخوره باشه. و شما نظرت تو این داوری قبلیه رو میشه امیر بری؟ آره یه ذره هم فکر کنم تصویر رو مثلا باید بیاری پایین تر، چون سراشون فکر کنم نیست. سرشون نیست، مرسی. اومد نه بالا. فقط بدنش. فکر نکنم. آره اوکی خوبه. اب نه سراشون نیست ولی خب بک ها مشخصه. اینجا من بگم که شخصی که وسط میبینید تیمانیونه و 5 تا داور داورهای المپیا هستن که این مسابقه رو دارن قضاوت میکنن. امیر نظرت روی این 3 نفر کیه؟ نظرم به وسطی هست دیگه، وسطی نفر هست دیگه. سمت چپ شد اول و شد پرو و من اونو داوود دوم نشد پرو. میبینم. آره اونو دوم میبینم. حتی باید پکیج جلو هم دید چه خبره، ولی توی پشت داوود اوله به نظر من، نفر وسط. دقیقا آره فیزیکو کلا داره و اون کانسپت های فیزیکو داره هم. آره. حالا داوری حالا میخوای چیه دارش؟ عکس بعدی رو هم بذار این قبل اینجا مسابقه هم دوباره طلا گرفت. نه این دقیقا رنگ کرده که دیگه آماده است که بره رو اینجا داره میره به سمت سالن مسابقه، بدنش هم مشخصه که رنگ داره و آره. اینجا طلا گرفت، توی اوورالی خورد به کسی که رفت اولمپیا دوباره. اوکی ببین داوود کار کنه، فکر کنم یه سال دیگه اندینایبل میاد، یعنی هیچ کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که این بهرمان، دقیقا و شک بلندگی ندارم، همش زمانه. شک ندارم، با 26 سال سن من فکر کردم سنش شک ندارم. بالاتره، پس آره پختگی، اون چگالی عضله، اون maturity، اون پختگی خیلی مهمه که بیاد بالا. توی اینستاگرام یه چیزی واسم فرستاد. دیتیلش باید مسلما یس اوه توی مال استارت همکاریش با من بود که فرستادم و بچه کجاست؟ داوود؟ بچه رام هرمزه، بچه خوزستان همشهری خودمه. ببین توی حوزای روبرو هیچ حرفی رو نمیذاره برای گفتن. من چند وقت پیش با یه پسر مسابقه داشتم، اونم توی IFBB مسابقه میداد، اومده بود NPC اولین مسابقهش بود و اگه اونم یاد باشه خیلی من خوشی بود. رزومش رو بهت دادم. آره یارو 24 تا برد حرفه‌ای داشت و دیمیتری توی مسابقه جام الماس تهران که خود من اونجا حضور داشتم توی سالن مسابقه داد و اونجا دوم شد. توی ایران توی دسته خودش دوم شد و دیگه بعدش سریع حرفه‌ای شد و تمام مسابقات رو توی IFBB توی رده حرفه‌ای جوایز رو جمع کرد. داور بود تو بعضی از مسابقات، توی آرنولد کلاسیک تمام آرنولد کلاسیک ها رو برد. آرنولد کلاسیک زیر نظر IFBB بود، بعدم که اومد MPC عارف بازگشت همه به سوی اوست. تهش دیگه ام پی سی. شما اگه میخوای بری اولمپیا و بشی قهرمان جهان، اون قهرمان جهان ها امچره، فایده نداره. و این پسر یه جوری خوب بود باورت نمیشه، مسابقات ملی آمریکا بود، همه دهنشون باز مونده بود این اصلا کی از کجا اومده. بعد فهمیدیم این اوکراینیه. اوکراینه. آره فهمیدیم اوکراینیه و توی IFBB داشته مسابقه میداده و 24 تا پرووین داشته و دقیقا. داستان عجیبی بود، یعنی بدنش اصلا در حد بدنهایی که روی استیج بودن نبود، تونست قهرمان ملی آمریکا شه، اوورال شه و کارت حرفه‌ایشو هم گرفت.
توی اولین تجربهش. آره بدن خوبی بود. اون ویدیو رو امکانش هست که پخش بشه؟ بله اوکی. فکر کنم راجع به داوود بود اگه اشتباه نکنم. آره در مورد داوود بود. داری میبینی ویدیو خب رو؟ اون قسمت اولش رو اگه میشه، اون قسمت اول اولش رو اگه پاس کنی خیلی من ممنون میشم. اول اول فیلم، اول اول فیلم، آها اینجا 22 یعنی یعنی اوایل سه سال 1400، یعنی تقریبا 2 سال و نیم پیش. این بدنی بود که من تحویل گرفتم از این پسر محجوب و خوب. 2 سال پیش این الان بهترین بدنشه توی 2 سال پیش. نه نه دیگه، این بدنی بود که من تحویل گرفتم آها دیگه، این بدن من تحویل گرفت که تازه فکر کنم عملم کرده بود، از تازه ژینیکوماستی در آورده بود که دیگه ما استارت رو زدیم. حالا ادامه فیلم فکر کنم بعد نباشه ببینیم. اما برنامه ای که به کلاینتات میدی، به شاگردات میدی، تمرینات چجوریه؟ بیشتر سمت والیوم میره یا سمت اینتنسیتی؟ بیشتر شدتیه یا بیشتر تعدادش بره؟ ببینید خب بستگی داره که به اون به بدن چه مسلما چه تایمی باشه، نوع ژنتیک باشه، به همه اینا ربط داره، نوع کتگوری که حتی اون ورزشکار داره. ولی از دوتاش استفاده میکنم. بعضی وقتا فقط اون پمپ عضله واسه مهمه تو اون تایم، بعضی وقتا نه حتی ناتوانی، ولی به 100% توان توی تمرین اعتقاد دارم. واسه هر فردی چیزی به نام این که با 70% تمرین کن، 60% تمرین کن، نه همیشه میگم با تمام توان تمرین کن. کسی که حتی آماتور قصد کاهش وزن و کاهش سایز داره، کسی که حرفه‌ایه، فرقی نمیکنه. میگم تو اون برد زمان با تمام توانت، مسلما شما وقتی که توی تخلیه هستی تمام توانت میشه نصف قبل. تمام توان اون تایم رو به خرج بده، بیشتر تمرکزم روی این هستش. شما مهم اینه که اون برنامه رو داشته باشی، برنامه رو مربی که بهت میده صد تو بذاری که اجراش کنی. مربی خودش میدونه دقیقا والیوم بیاره بالا، بیاره پایین، کی ببره بالا، کی دیلود کنه، کی لود کنه. برای همینه که شما مربی، دقیقا ولی anyway شما باید 100% خودت رو بذاری. یه صحبت خوب کردی، یکی از سوالای منم هست. شما هدفت از تمرین چیه؟ تمرین اینه که تا ناتوانی بره یا که ماکسیمم پمپ رو بگیری؟ حالا به ناتوانی هم نرسیدی نرسیدی، یعنی مثلا آقا ببینید برنامه گفتی از دو 12 تاش تا رپ، برنامه گفته 12 تا تکرار، من تا 15 هم میتونم برم، وزنه هم سنگینه، نه حالا برم نه به 15 ناتوانی نه برسم. نه نه 12 شما دیگه نباید بتونی به تکرار 14-15 بعد وزنه برسی. رو سنگین تر کنم. توی سیستم توی تفکر من، توی سیستم کاری من اینجوریه که شما عرض کردم با 100% توانت توی اون برهه از زمان، توی اون تایم با 100%ش باید پیش بریم. شاید صد بازم تایم تاثیر داره میزنه، شاید اون تایم یه تایم باشه که شما 100% توانت وزنه حتی 15 پوند باشه، شاید وزنه 60 پوند باشه. توی اون بره زمان شما از 100% توانت استفاده کنی، اگه 12 تاش به 14-15 نتونی برسی. صحیح کامل بود. ببین معمولا والیوم تمرینت چقدره؟ یعنی چند تا تمرین، چند تا حرکت میدی توی یه دونه جلسه تمرینی و چند تا تکرار از هر کدوم باید باشه؟ اگه بخوام که کلیت بگم، به نظر من نهایتا به 1 ساعت برسه تمرین نهایتا. ولی باز میگم تایمه خیلی امیر جان مهمه، نه تو بحث تمرین، توی بحث تغذیه. شما خود مسابقه دادی، حرفه‌ای هستی، کلی ورزشکار حرفه‌ای داری، اون تایم خیلی واسه من مهمه. من شاید اصلا برسه به یه تایمی که بگم شما فول بادی باید تمرین کنی تو دوران تقویت، فقط اون تایم تمرین تو هر چی میتونی ببر بالا.
چون شما تو دوران تخلیه هستی. زور نزن، زور الان اتفاقی برات رقم نمیزن، الله هیچ که کاری جنبه واسه نه، فقط اینکه تایم تمرین تو برباد. ولی بخوام کلیت رو بگم، سعی میکنم بین 45 دقیقه تا یک ساعت تمرین شما تموم بشه. از تکنیک چه تکنیک هایی بیشتر استفاده میکنی و به نظر کاربرد بیشتری رو داره؟ خب ببینید، تو بحث یادگیری و حالا از یه سری تکنیک های سری مربی ها استفاده کردن بدم نمیاد، دوست دارم FST7 باشه، فرقی دوست دارم. ولی چیزی که از همه چی واسه مهمتره زاویه حرکات، تا وزنه، تا اون سنگینی وزنه و حرکات، زاویه از همه چی واسه مهمتره. منظورت از زاویه فرم مناسب و تکستبوک فرمه؟ بله، شما زاویه حرکات رو درست انجام بدی، بهترین کمک هست به عضله سازی و حتی زیاد اعتقادی به اون وزنه عجیب غریب ندارم. من میگم با تمام توانی که بتونی حرکت رو کاملا صحیح انجام بدی. بله اگه بخوای ولی چیت کنی که نمیشه، داری خود دقیقا دقیقا، ولی سیستم، اون سیستم حالا از سیستم های مختلف هم بدم نمیاد، توی بذار برنامه هم بهتر استفاده کنم. سوالمو بپرسم، سوالمو یه جور دیگه بپرسم. توی دوران آف سیزن، توی دوران سایز، چه تکنیکی رو میدی به اون ورزشکار که بتونه بیشترین زور رو بگیره و بیشترین سایز رو بگیره؟ چه تکنیکی توی تمرینات میدم، چه برنامه تمرینی آره آره میدم؟ ببینید، خب مسلما فرق میکنه. بعضی وقتا هیچ وقت یه نواخت نیست کارمون، امکان داره وزنها از کم به زیاد بره، امکان داره اصلا از زیاد استارت بخوره، که اگر حرفه ای نباشه ورزشکار، اگر ورزشکار آمادگیشو نداشته باشه، درست گرم نکرده باشه، آمادگی ذهنی این قضیه نداشته باشه، ارتباط با این برنامه نداشته باشه، حتی امکان آسیبش هست. بله توی سیستم های تمرین حرفه‌ای بدنسازی، اگر ورزشکار آمادگی ذهنی و جسمیش رو نداشته باشه، امکان آسیب هست. حتی ما به جای اینکه حالا به طور عامیانه طرف میگه 15 12 10 8 مثلا، امکان داره ما از 6 استارت بزنیم، امکان داره از 4 استارت بزنیم و بالعکس اینو عمل کنیم. مسلما قبلش خوب گرفت. دراف 100%. ولی اینکه بگید یه نواخت، مثلا من تو دوران بالکینگ میام میگم 4 تا 8 بزن، بعد توی دوران مثلا کات و دوران تخلیه میام میگم 4 تا 20 بزن، نه اصلا چیزی نیست. اون چیزی که واسه من طراحی میشه واسه حجم گرفتن یا کات کردن، برنامه غذایی من توی سیستم تمرینی هم باید زاویه مناسب به ورزشکارم بگم و سریع در حد ناتوان. حتی توی دوران بالکینگ امکان داره دراپ ست بدم، ربطی نداره. آره من عقیدم اینه که شما این نیست که میخوای حجم بگیری مثلا 4 تا 6 بزن، 4 تا 8 میخوای کات کنی 4 تا 20 بزن، نه ما همسر هم چیزی نداریم، صحیح بیمعنیه. صحیح. کلن اگه بخوام بدونم که چه سیستم اینتنسیفایری مورد علاقته، چه سیستم شدت بخشی، مثلا رسپاس ست، مثلا کاستر ست، مثلا دراپ ست، جاینت ست، اینا کدومش بیشتر مورد علاقته و جواب میگیری، یا که واسه هر کس فرق میکنه؟ بازم واسه هر کس فرق میکنه، ولی از دراپ ست زیاد استفاده میکنه. دراپ ست، یه دراپ ست معمولی، یا که میره مثلا تا تریپل دراپ ست هم میشه اون دیگه بستگی واقعا داره به اون ورزش، بخواد چقدر شدتشو ببره بالا. دقیقا اون بستگی داره به ورزشکار، نوع، حتی نوع کتگوری که میخواد مسابقه بده. در مورد تغذیه صحبت کردی، بهترین دایت از نظر شما توی بدنسازی چیه که بتونی هم ماهیچه رو بالا بذاری هم درصد چربی رو پایین نگه داری؟ کپ سایکلینگ، کارب سایکلینگ. بعد شما لو و های داری، یا یه دونه لو داری، یه دونه های داری، یه دونه مادریت هم داری؟
لوهای میشه دیگه، اوکی، مادریت نداری. یعنی اینکه میاد پایین، میتونه بره بالا. بازم میگم بستگی داره شخصش اصلا، اگه کلیت میخوام میگیم، ببین من باید استفاده کنم از همه چون مجبورم بعضی وقت. ببین مثلا قضیه، مثلا هم برمیگیم دوباره قضیه دیورتیک، من راجع به دیورتیک باید استفاده کنم. دوست نداری بری. بعضی وقت نه، تا جایی زورم رو میزنم تا جایی، ولی ورزشکاری که تایم من کم بوده، ورزشکاری که باید به وزن برسه، به اون تایم ازش برسه، بری. شاید اصلا بیماری داشته، شاید بیماری داشته باشه، آدام داشته باشه، اصلا مشکل، این مشکل داشته باشه، من باید استفاده کنم. ولی میگم اون سیستمی که شما میگی راجبه برنامه غذایی بازم ربط داره به ورزش، ولی در کل حالا کپ یه چیز سایکل و ترکیب. کلیتی که مثلا بتونن توی جنرال عام ازش استفاده کنن، شما کرب سایکلینگ رو میگی؟ بله بله. بعد اگه مثلا یه نفر بخواد بهترین جواب از کرب سایکلینگ بگیره، تجربه شما میگه که چند روز لو باشه چند روز های باشه، و چجوری این اونجا باید قرار بگیره توی برنامه؟ میشه خیلی خیلی بیسیک دیگه، مثلا بازم به خدا میگم واقعا ربط به ورزشکار داره. من امکان داره ورزشکار رو توی کرب سایکلش به 2 روز لو باشه، 1 روز های باشه، اصلا 2 روز های باشه، 1 روز لو باشه، حتی امکان داره 2 روز 100% باشه، 1 روز 1/3 کم بشه، 1 روز 100% باشه، 2 روز 50% بشه. ولی واسه اکثر ورزشکارام از این استفاده میکنم. اوکی. بعد بهترین دارو یا که حالا ساپلمنت برای پاک کردن و پاک نگه داشتن کبد و کلیه، آنزیما رو بیشتر منظورمه، چی هست که شما به ورزشکارات میدی، ورزشکار حرفه‌ای؟ ببینید اگر که آنزیم کبدی SGOT یا SGPT یه ورزشکار بالا باشه، اولین کاری که باید بکنه به غیر از اینکه به حالا به قضیه داروش فکر کنید، شما باید بتونی که توی بحث تغذیهش بهترین برنامه غذایی بهش بدید. بحث تغذیهش خیلی مهمه، بعضی وقتا اصلا نیاز نیست شما از حالا یه سری داروها استفاده کنید. من به نظرم بخوام جواب این موضوع رو بدم، قشنگیش اینه که یه چیز باحال به شما بگم، اینه که باید مسلما سطح پروتئین مصرفیش رو یه ذره بیاره پایین تر و سطح کربوهیدراتش حتی یه ذره بیاره پایین تر، فشار تمرینش امکان داره بالا باشه، اصلا کراتین فسفوکینازش بالا باشه، سیپیکاش بالا باشه، خودش تاثیرگذار باشه روی سطح روی SGOT و SGPTش. استراحت آره میتونه استراحت بکنه، شما با همین از امکان داری یه ورزشکاری که های باشه رو بتونی نرمال کنی. چرا بخوای حالا الا و بلا از این موضوع استفاده کنی؟ ولی حالا توی دوران پی سی تی هم یه سری داروخ مثلا استفاده میکنی، ولی من اینو اینجوری جواب میدم که سعی میکنم بگم که تغذیهش خیلی مهمه. حالا اگه راهنمایی باشه اینجوری بگم بهتر، تغذیهش خیلی مهمه. اون OCT هم خیلی، اوسیتی هم خیلی مهمه که اصلا تا میشه به این سمت نره و ساید افکت بیاد پایین. آره. بیشتر منظور من در مورد همون بود، یعنی ورزشکار حرفه‌ای که داره از یه سری داروها سوء استفاده میکنه، یا که استفاده میکنه چه کارهایی رو انجام بده که بتونه از ارگانهای داخلیش توی کل سال نگهداری و حفاظت کنه در مقابل آسیبایی که هست. ببینید مسلما شما اولین کاری که باید بکنی اینه که به یه بالانسی برسی توی برنامه ریزیات. وقتی که هیچ چیزی کنترل شده نباشه و بالانس نباشه، مسلما شما تو آزمایش به آنبالانسی میرسی، چیز طبیعی. چیزی که میگم بالانس باشه یعنی که شما حالا اگر که ورزشکار حرفه‌ای هستی، مسلما میزان پروتئین مصرفی شما نسبت به یه آدم آماتور بیشتره. این خودش میتونه روی صد تاثیر بذاره. یا دارویی که استفاده میکنی، اگه استروید مثلا مصرف میکنی، سایکل داروی میتونه روی این موضوع تاثیر بذاره. میایم در کنار اون از اوسیتی استفاده میکنیم که در ساید افکت داروها تا حد ممکن بیاد پایین.
اشتباه نشه، قرار نیست قطع بشه یا ساید افکت کلا باعث بشه که هیچ مشکلی واسه ورزشکار به وجود نیاد. ما خودمون کنترل. میدونیم ورزش چیه، میتونه تا یه حدی کنترل کنه. بیس اصلی اینه که من میگم شما بهترین کار اینه که همین جوری ورزش نکن، با یه کسی که واقعا علمش داشته باشه در ارتباط باشی اگه سلامتی برات مهمه، که بتونه ایشون بالانس کنه که به اقلا ساید افکت رو به حد اقل برسه، و اون یه مربی خوب میتونه این کار رو انجام بده. وقتی شما داری راجع به عام صحبت میکنی که چی کار کنه که این کار بکنه، باید پروتئینش به حد کافی استفاده کنه، باید مکملی که استفاده میکنه بتونه بهش کمک کنه به جای اینکه ساید افکت بزنه. شاید نظر من این باشه که یه سری مکمله اصلا نیاز نیست شما مصرف کنید. من نمیتونم الان دیس کنم که این مکمله این مکمله چرا میخوری. بهترین چیزی که میتونم بگم اینه که همه چیز بالانس باشه، همه چیز که بالانس باشه، شما به موقع سایکل دارو بری، به موقعش آزمایش بدی، به موقعش پی سی تی کنی، دوباره آزمایش بدی ببینی هورمونات بالانس شده، این میتونه به شما کمک کنه. اگه مربی خوب داشته باشی که بدونه چقدر شما باید پروتئین مصرف کنید، چقدر باید تمرین کنید، شما شاید اصلا یه سری چیزا اصلا رفتی مربی نداشته باشه، شما انقدر کار میکشی از بدنت، انقدر داری کار میکنی که کراتین فسفوکیناز های میشه و میتونست رو ساعت کبد تاثیر بذاره. پس همه اینا باید بالانس بشه که شما بتونی به اون موفقیت برسی. حالا موفقیت میتونه یه لایف استایل خوب واسه خودت باشه، میتونه تو رده حرفه‌ای قهرمانی در کنار سلامتی باشه. صحیح. یه سوالی که اینجا هست، شما بزرگترین چالش بدنسازای ایران رو چی میبینی؟ کسی که میخواد بدنسازی کنه و رقابت کنه. بزرگترین چالش بدنسازی توی ایران اینه که جز ورزش هایی که بهش بها داده نمیشه با این همه طرفداری که داره. نمیگم خیلی ژنتیکمون خوبه، ولی میتونیم که توی عرصه ها رقابت کنیم و شاید اگه بهش بها داده میشد خیلی الان توی این ورزش ما توی دنیا بیشتر پیشرفت میکردیم. خب مسائل سیاسی میتونه باعث بشه که ما از به مشکل بخوریم برای سفر خارجی، ما پول کشورمون نسبت به توی بحث اقتصادش بگی، خب ما نسبت به ارز که توی کل دنیا از دلار یورو خب خیلی سطحمون پایین تر، اینجوری ورزشگاه واسه رقابت کردن و پیشرفت کردن به مشکل میخوره لحاظ مالی. مشکلات سیاسی باعث شده که ما نتونیم ویزا بگیریم، ما لحاظ مالی عقب میمونیم سر این قضیه. اینا مشکلاتی که به نظرم بزرگترین چالش ها اینه که برمیگرده بازم به مسائل سیاسی، اینکه الان ما فدراسیونمون IFBB ورزشکار توی منگنه قرار بگیره که چرا میری تو NPC مسابقه میدی وقتی شما نمیتونی تو مرجع مسابقه بدی، دارن جلوتو میگیرن. اینا همش چالش دیگه، ولی من فکر میکنم بزرگترین چالش هم قضیه سیاسیه که ما توی بخش اقتصادیش عقب میمونیم به خاطر ارزش پولمون، و توی بخش سیاسیش هم که سد ویزاست که شامل حال هممون میشه. شما هر جای دنیا باشی یه بلیط میگیری میری اروپا فلان کشور، اصلا تمام ورزشکاری که رژیمن یه رژیم میگیرن توی حوزه همون سیستمی که هستن، همون کشورهایی که هستن توی اروپا 10 تا مسابقه میدن، طرف توی یه فصل 10 تا مسابقه میده. حالا توی هر رده ای که هست اگه میخواد پرو بشه اولی نشه دومی نشه پنجمی میشه، ولی شما اگه بخوای تو ایران بخوای این کار انجام بدی، هزینه ای که باید بکنی نسبت به درآمد اصلا نمیخونه. چجوری تو میخوای توی یه فصل 5 تا مسابقه برون مرزی بری، 6 تا مسابقه برون مرزی بری، تازه 5-6 تایی که میری خیلی محدوده، چون تو هر جایی دوست داشته باشی نمیتونی مسابقه بدی. آره درست میگی. ببین یه سوال که دارم در مورد مصرف بیرویه داروه توی ایران. چند درصد افرادی که میرن توی باشگاه، حالا بدنساز مسابقه ای هم نیستن، به نظر شما توی ایران دارن دارو مصرف میکنن؟ چند درصد کسایی که میرن باشگاه دارو استفاده؟ حالا من دقیقش رو نمیتونم بگم حالا زیاد که بخوام آماری بگم، ولی خب خیلی هستن که استفاده میکنن متاسفانه، و برمیگرده به اون قضیه این که
خیلی ها هستن که امیر جان اصلا هنوز که هنوزه مقاومت میکنن نسبت به اینکه طبق علم روز دنیا پیش بره. اون دوباره برمیگرده به زیر ساختای ما. اگر زیر ساختای ما درست بود و یه روشی توی سیستم آموزشمون پیدا میکردیم که خب مثلا وقتی بسترش فراهم نیست این ورزش محدوده، شما چجوری میخوای به طرف حالی کنی که این کارو نباید بکنی اون کارو نباید بکنی؟ یه فلسفه تو ذهنشه که من لابلا باید دارو بزنم. خیلی خیلی ورزشکارای زیادی هستن که همین الان بیرویه دارو میزنن بیر دروس متاسفانه، ولی حالا درصد شما بگم مثلا 50% یا داره بهتر میشه با توجه به اینکه خب ما مربیایی داریم که الان دارن کار میکنن، سیستمشون سلامت محوره، داره یه درصد به قبل خداییش خیلی بهتر شده، یعنی همه حواسشون به سلامتی داره جلب میشه، ولی هنوز خیلی ها هست که در خیلی هستن که اصلا مربی ندارن، یعنی خودشون میزنن، میگه مثلا من مراجعه کننده دارم میاد میگه که سلام خوبی، مثلا من تا الان خودم کار میکردم اینا رو زدم، مثلا چرا زدی؟ یکی مثلا تو معلمون گفته خوبه اینا، حج میده. خب دیگه شما این کامنت رو میگیری دیگه فاجعه است. سطح علم رو توی بدنسازی ایران چه جوری میبینی و چقدر مربیای بدنسازی آپدیتن؟ حالا من شما رو به عنوان مربی توی ایران یکی از اون مربیای پخته و با علم روز هستی که میشناسم، خواستم ببینم که امثال شما زیاد هستن یا اینکه همه دارن یه کارای کپیو میکنن که دهه 90 میلادی توی امریکا میکردن. ببینید من اینو به شما بگم که توی 4-5 سال اخیر خب خیلی پیشرفت داشته این موضوع، یه ذره خب اگر واقعا بخوایم واقع بینانه بگیم پیشرفت داشته، ولی خب مربیایی که قدیم کار میکردن هنوز اون سیستما رو دارن، زیادم علاقه ندارن که به روز بشن، ولی یه سری جوون هم هستن که دارن کار میکنن و سعی میکنن با سعیشونه که با علم روز پیش برن، ولی کپی رایت هم خیلی داریم. کپی رایت هم خیلی داریم، کپی پیست منظورت خیلی داریم. کپی پیست خیلی داریم، آره من کپی خیلی پیست دارم فاجعه هم خیلی داریم. یه برنامه اشتباه و کاپی میکنن به تعداد زیاد اشتباه دارن آره دقیق دقیق. شما برنامه غذایی میخوای بدی به گرم میدی یا به قاشق میدی یا کف دست؟ کف دست که اصلا نمیشه، میگه یه کف شاید دست نون بخور شاید دست منو طرف ببین. خیلی دستش بزرگ باشه، خب یه دونه نون سنگک مثلا میره میخوره، ولی نه به به ما گرم میرسی داداش ماشاءالله، ولی نه به گرم. بگیرم. آره آخه خیلی یارو میبینم مربی حرفه‌ای هستن، مربی تیم ملی هم هستن، هنوز به قاشق میده، مثلا میگه 8 تا قاشق بخور. خب قاشق من کوچیکتر یا بزرگتر؟ بعد مثلا اصلا فاجعه، میگه به قاشق بخور، بعد حالا به قاشق میشه اشتباه بشه به اون سایز قاشقه، به مقدار آبی که استفاده کرده، مقدار برنج که استفاده کرده، به خیلی چیزا میشه. شما میخوای برنامه غذایی بدی به شاگردت، میگی وزنش رو بگرم، وزن نپخته رو میگی یا وزن پخته شده رو؟ معمولا پخته شده، ولی خب بازم فضا فرق، معمولا پخته شده. آره حتی برای مسابقه هم که میخواد بده وزن پخته شده رو بهش میدی؟ بله خیلی هم عالی. اینجا ما یکم سیستممون فرق میکنه، بهمون فشار میارن میگن وزن خامش رو باید مصرف کنی که همه چی نه بیشتر اکیورت باشه. بازم گفتم باز بستگی داره، آره. باز بستگی داره به اون ورزشگاه، ولی شاید حتی ببین امید من توی فضایی باشم که اصلا مجبور بشم بگم شما چند قاشق برنج باید بخورید، نداشته باشه، یعنی میگی یه سری امکانات کنارش. خیلی اینجوری داریم شما الان اونجا خیلی داستان متفاوته. آقا من اصلا برنج تموم کردم، من باید از رایس کیک استفاده، من مجبورم از رایس کیک استفاده کنم. اون که خیلی اکورت تره، خیلی دقیق تره، هر رایس کیک 7 گرم کربوهیدرات داره، شما انقدر برنج پیت میخوری. زمینی تموم کردم اون دقیق تره، ولی من ورزشکار دارم که به رایسی که اصلا حساسیت داره حالش بد میشه اگه بخوره.
همه چیش میریزه به هم. آخه اینجا ایرانه. چیزای عجیبی هست مثل اینجا. آره ببین اما جان، بریم سمت یکم سوالای حاشیه‌ای. خیلی سوالای علمی کردیم. من خودم آدمی هم که هیچ وقت خسته نمیشم بشینم تا فردا با شما در مورد علم و اینکه ده مثلا معنی چیه و قربونت. چیه بحث کنم، ولی یه چند تا سوال حاشیه‌ای دارم ازت، میخواستم اونا رو بپرسم. امیدوارم بتونی به همشون جواب بدی، اگه نخواستی هم میتونی بگی جواب نمیدم. من داخل. بهترین کلاسیک فیزیک حال حاضر ایران، واسه یه حرفه‌ای‌ها نمیگم، آماتورا، یزدان رحمت آبادی. یزدان رحمت آبادی. واقعا یه خوب، دونه باید بگم، یه دونه. آره یه دونه. باید یه دونه ای باشه همش. بهترین بدن اوپن ایران به غیر از مستر اولمپیا که خودمون میشناسیم. در حال حاضر بهروز تابانی. بهروز تابانی تو توال و مهمون بگو. تو توال زیاد داره ایران، همه هم ببین پرن، میدونی. اگر با تمام احترامی که قائلم، این دیدگاه من شاید اصلا اشتباه باشه، اگر مرتضی مشایخ نمیرفت سمت اوپن الان میگفتم بهترین دویست چقدر باز. خیلی زیادی داره ها، استک بود. اصلا اینه که ایشون توی اوپن نمیتونه نتیجه 212 رو بگیره. طبیعتا من دارم واقع بینانه نگاه میکنم. ببین، شاید شما بتونی با فشار بیش از اندازه 5 کیلو بیای پایین تر یه نتیجه بهتر بگیری، اما ببین اون سیاست کاری هم خیلی مهمه. همین، من میدونم که تو اگه مثلا شما اگه 5 کیلو بالاتر باشی بدنت رو فرم تره، ولی نمیتونی اون رقابت رو بکنی حتی با بدن رو فرم تر. بعضی وقتا شما با بدن مچاله تر هم میتونی امتیاز بهتری بگیری. اندیشه این شو میبره. شما این واقعیت شما باید اینو بپذیری. بعضی وقتا اون فن اون مربی خیلی مهمه. امیدوارم که مربیشون اشتباه نکنه، من دارم نظرم میگم. البته ایشون استاد منه، ایشون عزیز منه، اتفاق افتخار نداشتم که من خودم توی گرجستان که طلا گرفتم ایشون اونجا پرو شد، یعنی تازه اونجا کارت حرفه ای گرفت، منم اونجا طلا گرفتم، تا من اوورال دوم شدم، ایشون توی بیلدینگ اوورال اول شدن. توی 212 الا اگه این اتفاق نمی افتاد که سویچ کنه به سمت اوپن، میگفتم مرتضی. ولی فکر میکنم که حامد عینی پتانسیل خوبی داشته باشه در آینده. آره حامد عینی هم خیلی خوب داره ظاهر میشه، آره، مسابقه و قبلیش کاری من فکر نداریم میکنم ولی آینده خیلی خوبی داره. بله. ببین بهترین فیزیک ایران توی آماتورا کیه؟ سالار رواش، سالار رواش، همون که دیدیمش خیلی هم خوب بود واقعا، حالا مطمئنا میترکونه. هنوز اصلا من شناخته هم نیست. قهرمان کشور توی اوپن، اون از نظر شما کی میتونه باشه؟ مثل که خیلی شایعه بوده توی چند وقت گذشته در مورد قهرمانی اخیر. توی داخل ایران قهرمان مثبت. آره خب من این دوتا رو اگه اجازه بدی، حالا تا بحث داغه، من سالارم واسه شما فرستادم، الان آپدیت جدیدشو، حالا قرار است که وارد اون قضیه بشیم، چون سالار سربازه و الان تو دوران سربازیشه، ولی این وضعیت آمادگی بدن الانشه که فکر میکنم یه روزی بتونیم توی اولمپیا ببینیمش.